بخشی از معنای دینداری منفعلانه که حال آدمای باهوش جامعه رو به هم میزنه و حق دارن و فقط حال میده به آدمای ضعیف و خیلی بده، پاک کردن صورت مسئله. ولی دینداری فعالانه چی میگه؟ میگه به شما باید به استقبال برخی از مسئله ها بری که به زعم تو فساد انگیز است، بلکه باید این مسئله ها رو ایجاد کنی، مردی اونجا وایسی دینداری کنی. مثل پول در آوردن، حتما بچه مذهبی ها باید عرضه داشته باشن. با این مقدمه یک کمی آماده باشید برای شنیدن حرف های متفاوت. نه من بچه خوبی هستم. چقدر تولید میکنی؟ چقدر کاسبی میکنی؟ نه کلن کاسبی نمیکنیم، ولی بچه خوبی هستم. اولا که شما از چشم پیغمبر افتادی در جا، اون که هیچ. ثانیا رو هیچ چیت نمیشه حساب کرد. کان رسول الله اذا نظر الی الرجل فاعجبه. وقتی نگاه میکرد به یه مردی، به یه کسی، به یه جوونی و تعجب میکرد از خوبی و این حرفاش، میفرمود هل له حرفتون، این عرضه پول در آوردن داره یا نه. فإن قالوا لا، اگه میگفتن نه، میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. حتما بچه مذهبی ها باید عرضه داشته باشن پول در بیارن. من چون بچه مذهبی هم بهم شغل بدی، این شد زندگی. طلحه و زبیر گفتن علی ابن ابی طالب پول نداره، میخواد خلیفه بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام دستور داد به عمالش پولای منو که دستتونه دارید کارش کار میکنید وردارید بیارید. یه تپه از پول نقد شد. طلحه و زبیر رو خبر کرد، فرمود اینا فقط پولای عمال منه که تو مدینه و اطراف مدینه بودن، فقط نقداشه. املاک و این زمینای کشاورزی و اینا رو چاهامو نیاوردن. امیرالمومنین علی علیه السلام باغهایی که درست کرد، چاهایی که کن، کشاورزی که میکرد، پولی که در میآورد به اندازه نیازش بود یا بیشتر از نیاز. آفر. به اندازه نیازت پول در نیاری یا به اندازه نیازت پول در نیاری؟ آقا میترسیم خراب بشیم. تو بدون پولم خراب میشی، تو الان همین الانش هم خرابی. اگه به تو اخلاق قناعت یاد دادن ولی این روایت رو برات نخوندن که خیری نیست در کسی که دوست نداره پولش رو اضافه کنه، اون میشه همون دین انفعالیه، ضرر داره برای جامعه. بقاء اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را میشناسد. فإن من فناء الإسلام و فناء المسلمين، یکی از عواملی که موجب فناء اسلام و مسلمین می شود، ان تسير الاموال في ايدي من لا يعرف فيها الحق ولا يصنع فيها المعروف. پولدارها کسانی باشند که نفهمن کجا باید خرج بکنن، به جای اینکه برن تو اربعین خرج بکنن، برن تو آنتالیا خرج بکنن. این باعث فناء جامعه اسلام است. شما داری ترویج میکنی پولداری رو. حزب اللهی که بی پولیش مال بی ارزگیشه، نباید اینو بذاره پای زهدش. باید بره تلاش بکنه. پولدار شد خدا داده، نشد نداده، جانم به اون فقر. حزب اللهی که بی پولیش مال بی ارزگیشه، نباید اینو بذاره پای زهدش. بسیجی ها چرا جهاد به مال رو فرهنگ سازی نمی کنن؟ من نمیدونم چرا نمیرن کارخونه و باغ بزنن که پول در بیارن. ببخشید که کنار نماز همیشه توصیه به زکات شده. پول نداری زکات بدی، رفتی دستاتو از بالای آرنج قطع کردی، مجبور بشی وضو نگیری. باشه تیمم کن، صورتتو به مال بخاک. باشه صورت مثلا رو پاک کردی دیگه، وضو چقدر سخت بود مگه؟ رفتی دستاتو قطع کردی وضو نگیری، بی پول شدی زکات ندی. رسول
رسول خدا میفرماید اذا کان فی آخر الزمان، وقتی در آخر الزمان مردم قرار میگیرن، لابد للناس فیها من الدراهم و الدنانیر یقیم الرجل بها دینه و دنیاه. آخر الزمان مردم برای حفظ دینشون نیاز به پول دارن. امیرالمومنین علی علیه السلام باغهایی که درست کرد، چاهایی که کند، کشاورزی که میکرد، پولی که در میآورد به اندازه نیازش بود یا بیشتر از نیاز. حزب‌اللهی که بی پولی مال بی اردگیشه نباید اونو بذاره پای زهدش.